در مورد لایه انتقال دهنده الکترون مفصلا صحبت کردیم، گفتیم که معمولا از TiO2 استفاده میکنن، مشکلات TiO2 رو گفتیم یک سری جایگزین ها به جای TiO2 امروز استفاده میشه و یا اینکه اگر از TiO2 استفاده میکنیم میتونیم یک سری لایه های بافری یا دوب کردن TiO2 رو داشته باشیم و مشکل تخریب سلول خورشیدی پروسکای و همچنین مشکل تحرک الکترونی کمتر TiO2 رو رفع بکنیم. حالا میرسیم به لایه دیگه‌مون که لایه انتقال دهنده حفره هست و نقش و وظیفه اصلی اون گرفتن و استخراج حفره های تولید شده از پروسکاید از نوار ظرفیت خودش هستش و اون رو سپس انتقال میده به الکترود بیرونیمون، یعنی اون سطح فلزی مثل آیوی که بر روی اون لایه نشونی شده. لایه انتقال دهنده حفره بر روی پروسکاید به چند دسته عمده طبقه بندی میشه. یک دسته طبقه بندی عالی هست، ترکیبات عالی هست و دسته دوم ترکیبات معدنی هست. ترکیبات عالی که به عنوان لایه انتقال دهنده حفره به کار گرفته میشن میتونن مولکول‌های کوچیک، پلیمرها و اولیگومرها باشن. موادی که به عنوان لایه انتقال دهنده حفره ما از اونها استفاده میکنیم لازم هستش که نیم هادی نوع پی باشن و بتونن حفره رو به راحتی در سطح خودشون انتقال بدن. در اینجا ترکیبات معدنی رو مشاهده می‌کنید که به عنوان هول ترانسفر متریال مورد استفاده قرار گرفتن. این ترکیبات ترکیبات پلیمری هستن و این ترکیب هم ترکیبات مولکول عالی کوچیک هستن که به عنوان لایه انتقال دهنده حفره مورد استفاده قرار می‌گیرن. در تمامی این ترکیبات سطح نوار ظرفیت لایه انتقال دهنده حفره‌مون نسبت به نوار ظرفیت پروسکایتمون باید مقداری مثبت‌تر باشه تا بتونه حفره رو از اون بگیره و سپس به سطح الکترود فلزیمون که معمولاً از جنس طلا هستش انتقال بده. مشهورترین ماده‌ای که به عنوان لایه انتقال دهنده حفره مورد استفاده قرار می‌گیره، یک ترکیب عالی و ترکیب مولکول عالی کوچیک هستش که تحت عنوان مخفف اسپیروامتاد مورد استفاده قرار می‌گیره. ظرفیت ذاتی این ماده به تنهایی برای انتقال حفره محدود هستش، بنابراین برای افزایش هدایت حفره اون میان اون رو با نمک لیتیوم TFSI دوب می‌کنن. لیتیوم TFSI هم ترکیبش رو در اینجا نشون دادیم. دوب کردن اسپیروامتاد با لیتیوم TFSI باعث افزایش تحرک حفره در داخل اسپیروامتاد میشه و میزان تحرک حفره برای اون در حدود 0.4 × 10^-4 سانتی متر مربع بر ولت بر ثانیه گزارش شده. اما مشکلی که لیتیوم TFSI برای اسپیروامتاد به وجود میاره این هستش که لیتیوم TFSI یک ماده آبدوز هستش، بنابراین میتونه آب رو جذب خودش بکنه و از طریق اسپیرو این آب به سطح پروسکایت برسه و باعث تخریب سلول خورشیدی پروسکایتیمون بشه. بنابراین سلول خورشیدی که معمولا از اسپیروامتاد به عنوان لایه انتقال دهنده حفره استفاده میکنن پایداری مطلوبی رو ندارن. در اینجا سطح تراس‌های انرژی و گاف نواری رو برای سه لایه از سلول خورشیدی وقتی که از SN2 به عنوان لایه انتقال دهنده الکترون، وقتی پروسکات به عنوان لایه جاذب نور و وقتی اسپیروامتاد رو داریم به عنوان لایه انتقال دهنده حفره نشون دادیم. طبق این شکل الکترون باید به یک تراز انرژی منتقل داده باشه که سطح انرژی اون نسبت به پروسکات مقدار منفی تر باشه. همچنین برای اسپیرو برای اینکه حفره بتونه به این ماده منتقل بشه لازم هستش که تراز ظرفیت ماده انتقال دهنده حفرهمون نسبت به تراز پروسکایتمون عددی مثبت‌تر باشه تا حفره بتونه از این نوار ظرفیت پروسکایت گرفته بشه و سپس به سطح الکترود بیرونی یعنی همون طلامون منتقل بشه. بنابراین برای اسپیرو سطح تراز انرژی ظرفیت برابر -5.2 الکترون ولت هست که نسبت به پروسکایتمون که -5.43 الکترون ولت هست یک عددی مثبت‌تر هست. بنابراین انتقال حفره از پروسکایت به اسپیروامتاد به راحتی اتفاق میفته و به نحو احسن میتونه حفره رو از پروسکایتمون استخراج بکنه و به سمت سطح فلز طلامون برسونه. اما همونطور که گفتیم این هول ترانسفر متریالمون یک عیب عمده داره و اون این هستش که پایداری سلول خورشیدی به هنگام استفاده از اون بسیار کاهش پیدا میکنه که مکانیسم تخریب پروسکایت در حضور اسپیروامتاد رو مفصل‌تر بحث میکنیم. در این اسلاید مکانیسم تخریب پروسکایت در حضور اسپیروامتاد رو نشون داد.
اولین مرحله در تخریب پروزگاد وقتی که از اسپیرو استفاده می کنیم نفوذ آب از عرض سوراخ های موجود در لایه اسپیرو اومتاد هستش. مرحله دوم تخریب پروزگاد به علت رطوبت رسیده به اون و تولید محصولات تخریبی مثل MAI و HI هستش که MAI و HI هر دو یک سری مواد بسیار فرار هستند، بنابراین به راحتی میتونن دوباره از طریق این سوراخ ها خارج بشن، از پروزگاد بیرون بیان و اون چیزی که در قسمت‌های زیرین این سوراخ‌ها به وجود میاد ساختار کریستالی PbI2 هست. در مرحله چهارم چنین ترکیبات یوددار فعالی که به سطح فصل مشترک اسپیرو اومتاد و آیو رسیدن باعث میشن که در سطح انتشار پیدا بکنن، در کل این سطح قرار بگیرن، بنابراین بین این فلز نقره‌مون و در نتیجه این اسپیرو اومتاد ترکیبات فرار یوددار قرار میگیره که این ترکیبات یوددار فرار میتونن باعث خورندگی آجی بشن و در نتیجه آجی فلزیمون تبدیل به آجی آی میشه که در حضور تشکیل آجی آی رنگ تغییر میکنه و از حالت براق به حالت زرد رنگ کشیده میشه. در واقع براقی خودش رو از دست میده و متمایل به زرد میشه. وقتی که از آیو استفاده میکنیم چون آیو نسبت به آجیمون مقاومت به خوردگیش بهتر هستش، این حالت از بین رفتن آجی آی دیرتر اتفاق میفته، اما به هر حال تخریبی که برای پروسکایت رو در نظر گرفتیم در هر دو حالت اتفاق میفته. بنابراین نیاز هستش که به جای اسپیرو اومداد از یک سری جایگزین های دیگه استفاده بکنیم که پایداری سلول خورشیدی پروسکایتیمون افزایش پیدا بکنه. در ساختار سلول خورشیدی پروسکایتی معکوس یعنی اتصال PIN، یعنی وقتی که اول بر روی FTO لایه انتقال دهنده حفره رو لایه نشونی میکنیم، میتونیم از یک ماده به اسم P.PSS استفاده بکنیم که این ماده جزء ترکیبات پلیمری هست و ساختار اون در اینجا نشون داده شده. خففش هم به صورت پلی 3 و 4 اتیل دیوکسی تیوفن پلی استایرن سولفونات هستش. میزان تحرک حفره که برای اون گزارش شده برابر 1·910^-4 سانتی متر مربع بر ود بر ثانیه هست که تقریبا در اشل همون ماده اسپیرو اومداتمون هست. بیشترین بازدهی که برای سلول خورشیدی پروسکایتی PIN یعنی معکوس در حضور پیداد PSS گزارش شده برابر 18% هستش که به علت تحرک حفره مناسب این ماده هستش. این پلیمر با داشتن سطح انرژی −5.1 الکترون ولتی برای نوار ظرفیت که مثبت‌تر از نوار ظرفیت پروسکایت یعنی −5.4 الکترون ولت هست، به راحتی میتونه حفرات را از پروسکایت استخراج بکنه و از اون طریق به سطح ITOمون برسونه. چون گفتیم از نوع معکوس هست ساختارمون، در اینجا حفره بعد از اینکه از پروسکات گرفته شد به سطح شیشه رسانمون یعنی ITO فرستاده میشه. این پلیمر یک پلیمر شفاف هست و بعد از لایه نشونی بر روی ITO هیچ جذبی رو در ناحیه نور مرئی یا طیف جذبی نور خورشید برای ما ایجاد نمیکنه. به راحتی نور خورشید از این پلیمر لایه نشونی شده عبور میکنه، به پروسکات میرسه و توسط خود پروسکات جذب میشه. ترکیب دیگه‌ای که مورد استفاده قرار می‌گیره P3HD هستش که شکل ساختار مولکولی اون رو در اینجا مشاهده می‌کنید که مخفف پلیس هگزیل تیوفن 2 و 5 دی ایل هست. در اینجا گاف نواری رو برای پروسکایت TiO2 و P3HD مشاهده می‌کنید. میزان تحرک حفره‌ای که برای اون گزارش شده در حدود 3·10^-4 سانتی متر مربع بر ولت بر ثانیه هست که تقریباً در اشل همون اسپیرو اومداد هست. این یک ترکیب پلیمری هست که حلقه تیوفنی داره و بازده سلول خورشیدی که برای اون گزارش شده 13.6% هستش و در ساختار معمول همون حالت NIP مورد استفاده قرار میگیره. سطح تراز نوار ظرفیت اون برابر −5 الکترون ولت هست و نسبت به پروسکایت که تراز والانس اون −5.4 الکترون ولت هست مثبت‌تر هست و به راحتی میتونه استخراج حفره از پروسکایت رو برای ما انجام بده. ماده دیگه که به عنوان انتقال دهنده حفره استفاده میشه PTAA هست که مخفف پلی 24 فنیل 2 و 6 تریمتیل فنیل آمین هست. میزان تحرک حفره که برای اون گزارش شده 10^-2 تا 10^-3 سانتی متر مربع بر ولت بر ثانیه هستش که نسبت به اسپیرو اومداد تحرک حفره اون بهتر هستش.
این ماده جزء ترکیبات پلیمری باز محسوب میشه و میزان بازدهی که برای اون در سال 2017 گزارش کردن برابر 22.1% هست. چنین پلیمری معمولا باز در ساختار معکوس یعنی اتصال PIN مورد استفاده قرار میگیره. سطح نوار ظرفیت اون برابر -5.1 الکترون ولت هست. اینجا منفی رو نشون ندادن چون همه اینها منفی هستن، دیگه منفی رو نشون ندادن، اما در واقعیت این -5.1 الکترون ولت هست. و سطح تراز نوار ظرفیت اون برابر -5.1 الکترون ولت هست که نسبت به پروسکار یعنی -5.4 الکترون ولت یک مقدار مثبت‌تر هست و استخراج کافی حفره توسط اون عملی میشه. در اینجا سایر ترکیبات پلیمری به عنوان هول ترانسفر لایر رو نشون دادیم که به عنوان مثال برای TFB که ساختار پلیمری اون به این صورت هستش، میزان تحرک حفره‌ای که گزارش شده 10^-2 سانتی‌متر مربع بر ولت بر ثانیه هست و مقدار PCE که برای سلول خورشیدی در حضور این لایه انتقال دهنده حفره گزارش شده برابر 12.8% هست. ماده دیگه TTB خط تیره TTQ هست که ساختار پلیمری اون هم در اینجا نشون داده و بازده سلول خورشیدی در حضور همچین ماده 14.1% گزارش شده. ماده دیگه PDPP3T هست که برای اون بازده 12.3% رو گزارش دادن. ماده دیگه PTPAFSONA هست که بازده 16.16% رو برای ما داشته. همچنین ماده دیگه ترکیب پلیمری P بوده که 10.8% بازده داشته. ماده دیگه PVCZ اومداد بوده که در واقع مشتق گرفته و الهام گرفته از ساختار اسپیرو اومداد بوده و برای اون بازده که گزارش کردن 16.9% بوده و در نهایت ماده که پیشنهاد دادن PTEG بوده که در اینجا منظور از R1 و R2 ساختارهای آلکیلی و استخلافهای آلکیلی هستن که در اینجا نشون داده شده و برای اون بازده 19.8% رو گزارش دادن. اولیگومرها هم همچنین به عنوان لایه انتقال دهنده حفره در ساخت سلول خورشیدی پروسکایتی مورد استفاده قرار گرفتن. اول بپردازیم به اینکه اصولاً اولیگومر چی هستش. اولیگومر در واقع ترکیب ریزتر از پلیمرها هستند. به عبارت دیگه وقتی که چند تا مونومر به هم دیگه متصل میشن اولیگومر رو به وجود میارن. بنابراین وقتی که تعداد مونومرهای اتصالیمون کمتر از 1000 عدد باشه، به جای پلیمر ما ساختار اولیگومری رو داریم. به عنوان مثال ساختار اولیگومری S197 رو در اینجا مشاهده می کنید. همچنین گاف نواری و تراز انرژی رسانش و ظرفیت اون رو هم در اینجا نشون دادیم که سطح تراز انرژی ظرفیت اون برابر -5.12 الکترون ولت بوده که نسبت به پروسکات عددی مثبت‌تر هستش. بنابراین استخراج حفره به راحتی از طریق اون اتفاق می افته و از اونجا می تونیم این حفره رو به راحتی به سطح آیو برسونیم. یک دسته دیگه از موادی که به عنوان هول ترانسفر لایر مورد استفاده قرار میگیرن ترکیبات معدنی هستند که این ترکیبات معدنی رو میتونیم به دو دسته عمده طبقه بندی بکنیم. یک نیمرسانه‌های معدنی از نوع P و دسته دوم مواد کربنی هستند. نیمرسانه‌های معدنی از نوع P رو میتونیم به چند دسته عمده طبقه بندی بکنیم که بیشترین استفاده برای نیکل او، CuSCN، CuO و Cu2O گزارش شده. یک سری مواد دیگه هم مورد استفاده قرار گرفتن که مفصلا در مورد اونها صحبت میکنیم. مواد کربنی که به عنوان هول ترانسفر لایر مورد استفاده قرار میگیرن میتونیم به نانولوله‌های کربنی تک دیواره، نانولوله‌های کربنی چند دیواره، گرافن و مواد کربنی عامل‌دار اشاره بکنیم. انواع نیمه‌رسانه‌های معدنی رو داریم که به عنوان هول ترانسفر لایر مورد استفاده قرار می‌گیرن. در اینجا تراز انرژی مربوط به نوار ظرفیت این ترکیبات رو مشاهده می‌کنید که برای ترکیب امپروسکایتی MAPB-ICE با سطح نوار ظرفیتی -5.4 الکترون ولتی می‌تونیم از موادی که نسبت به اون مقدار مثبت‌تری دارن یعنی از -5.4 مقدار مثبت‌تر هستن مثل MOO3 یا CuSEN یا مثلا نیکل اکسید یا اکسید وانادیوم استفاده بکنید. با توجه به سطح نوار ظرفیت این نیمرسانه‌های معدنی نوع P استخراج حفره به راحتی از سطح پروسکات اتفاق می‌افته و از اونجا می‌تونه به سطح فلز آیومون با سطح تراز ظرفیت -5.10 الکترون ولت و یا آجی با سطح تراز ظرفیت -4.70 الکترون ولت انتقال داده بشه.
در این اسلاید به طور خلاصه پارامترهای عملیاتی سلول خورشیدی پروسکایتی با مواد انتقال دهنده حفره متفاوت نشون داده شده که بهترین عمل کرد برای CUSEM و نیکل او ایکس گزارش شده که برای نیکل او ایکس برابر 20.9% و برای CUSEM 20.4% گزارش شده. حالا بپردازیم به توضیح مفصل در مورد انواع ترکیبات معدنی که به عنوان هول ترانسفر لیر میتونن مورد استفاده قرار بگیرن. یکی از این مواد CUI هستش که CUI یکی از مشهورترین ترکیبات نیمه رسانای نوع پی هست و به عنوان هول ترانسفر لیر سالها قبل مورد استفاده قرار گرفت. تحرک حفره برای اون برابر 9.3 سانتی متر مربع بر وات بر ثانیه گزارش شده. این ماده اولین ماده معدنی بود که به عنوان هول ترانسفر لیر مورد استفاده قرار گرفت و بازدهی که برای اون گزارش شد برابر 6% بود. مقدار پتانسیل باز سلول خورشیدی پروسکایتی وقتی از CUI استفاده می شد برابر 300 میلی ولت به دست اومده که نسبت به اسپیر و اومداد بسیار مقدار کمتری هستش. مقدار پتانسیل مدار باز کم این سلول خورشیدی به علت سرعت بالای باز ترکیب الکترون و حفره در CUI هستش. مقدار یودید آزاد موجود در این ماده به عنوان یک تله نوار ظرفیتی عمل میکنه و یا کانالی رو برای بازترکیب مجدد بارها به وجود میاره. حلالی که برای انحلال CUI مورد استفاده قرار میگیره معمولاً دیپروپیل سولفید هست که دیپروپیل سولفید میتونه خود پروسکایت رو حل بکنه، بنابراین باعث تخریب پروسکایت بشه. پس یک مشکل دیگه ای هم که این ماده داره این هستش که حلالی که برای انحلال CUI مورد استفاده قرار میگیره میتونه خود پروسکایت رو هم حل بکنه. ماده دیگه که مورد استفاده قرار گرفته CUSEN هست که تحرک حفره برای اون 0.01 سانتی متر مربع بر وات بر ثانیه گزارش شده که نسبت به مقدار اسپیر و اومداد مقدار قابل توجه و چشمگیری هستش. این ماده شفافیت بالایی در ناحیه مرئی و مادون قرمز داره، بنابراین در هر دو ساختار NIP و PIN سلول خورشیدی میتونیم از اون استفاده بکنیم. تحرک بالاتر اون نسبت به اسپیر و اومتاد مهمترین مزیت این ماده هستش. این ماده پایداری شیمیایی بالایی داره، به راحتی در آزمایشگاه قابل سنتز هست، بنابراین ارزان قیمت هستش. اما مهمترین مشکلی که این ماده داره برای انحلال CUSEN باز از حلال‌های سولفیدی مثل دیپروپیل سولفید استفاده می‌کنیم که این ماده میتونه سبب انحلال خود پروسکایت بشه. در اینجا سطح انرژی نوار ظرفیت CUSEN رو مشاهده می کنید که برای پروسکایت MAPBIC به راحتی قابل اجرا هست، چرا که نسبت به MAPBIC مقدارش مثبت هست و حفره به راحتی می تونه از پروسکایت استخراج بشه و به سطح الکترود فلزیمون یعنی IU کشونده بشه. در اینجا هم ساختار سلول خورشیدی رو مشاهده می کنید که از CUSEN به عنوان هول ترانسفر لیر استفاده کردن. برای CUSEN به عنوان هول ترانسفر لیر دو تا به عمده گزارش شده. اولا اینکه حلالی که برای انحلال CUSEN مورد استفاده قرار میگیره معمولا دیپروپیل سولفید هست که منجر به انحلال پروسکایت میشه. برای رفع این مشکل راه حل‌های مختلفی ارائه دادن. مثلا اینکه لایه نشونی رو در طول مرحله چرخش انجام بدیم به صورتی که خیلی سریع اتفاق بیفته و از نفوذ دیپروپیل سولفید به سطح پروسکایت جلوگیری بکنه. مشکل دوم این هستش که این لایه به صورت کاملا یک نواخت نمیتونه برای پروسکایت لایه نشونی بشه که به علت اتصال ضعیف CUSEN به پروسکایت هست. برای رفع این مشکل معمولا از یک فصل مشترک بین پروسکایت و CUSEN استفاده میکنن. به عنوان مثال از مولکول های پسیو کننده که حاوی گروه های آمینی و گوگردی هستند به عنوان لایه میانی بین CUSEN و پروسکایت استفاده کردن. چنین مولکول هایی از یک طرف میتونن CU یک بار مثبت رو کوردینه بکنن و از یک طرف دیگه میتونن به راحتی PB دوباره مثبت در ساختار پروسکایت رو کوردینه بکنن، در نتیجه یک اتصال قوی رو بین CUSEN و خود پروسکایت به وجود بیارن. همچنین وقتی از چنین ترکیبات به عنوان لایه میانی استفاده میشه، کوردیناسیون و کوردینه کردن PB دوباره مثبت باعث پسیو شدن لایه پروسکایتمون میشه و پایداری اون افزایش پیدا میکنه. بنابراین همچنین با استفاده از این لایه بافری که بین این دوتا ترکیب لایه نشونی شده، تأثیر اون ماده حلالمون دیپروپیل سولفید هم به مقدار قابل توجهی کاهش پیدا میکنه. دومین ماده معدنی که به عنوان نیمه رسانای نوع پی هست و به عنوان الکترون ترانسفر لیر مورد استفاده قرار میگیره اکسید نیکل هست.
اکسید نیکل قابلیت لایه نشونی به روش الکتروشیمیایی رو هم داره و به راحتی میتونیم نیکل اکسید رو به روش الکتروشیمیایی بر سطح FTO مون لایه نشونی بکنیم و در ساختار PIN اون رو مورد استفاده قرار بگیریم. مزیت اول اون این هستش که تحرک بالاتری نسبت به این اسپیروامتاد داره و پایداری شیمیایی اون نسبت به اسپیروامتاد بیشتر هستش. نیکل اوگاف نواری بسیار پهنی داره و هدایت اون برای حفره بسیار بالا هستش. سطح نوار ظرفیت اون با پروسکایت هم خونی داره، بنابراین به راحتی میتونه استخراج حفره رو انجام بده. اگر سطح نیکل رو با لیتیوم یک بار مثبت دوپ بکنیم، پی سی ای چنین سلول خورشیدی به میزان قابل توجهی بهتر میشه و برای اون پی سی ای برابر 18.3% رو گزارش دادن که اگر خود پروسکایت رو هم بیایم ما بهینه بکنیم، میتونیم پی سی ای رو تا 20% افزایش بدیم. نیکل او معمولاً با نیکل 3 بار مثبت هیبریدی میشه، بنابراین در مقالات به صورت لایه نیکل او ایکس نشون داده میشه. ترکیب دیگه Cu2O هست که تحرک حفره برای اون 100 سانتی متر مربع بر ولت بر ثانیه گزارش شده. گاف نواری این نیمه رسانا چندان پهن نیستش و در حدود 2.1 الکترون ولت هست. بنابراین چندان لایه انتقال دهنده حفره مناسبی نمیتونه باشه. اما از طرف دیگه تحرک حفره اون میزان قابل توجهی هستش و سطح انرژی ظرفیت اون هم با پروسکایت همخونی داره. علاوه بر اون پایداری شیمیایی مناسبی داره. بنابراین ما نمیتونیم کاملا از اون صرف نظر بکنیم چون یک سری مزایا و یک سری معایبی رو داره. برای رفع عمده ترین مشکل اون که در واقع باریک بودن گاف نواری اون هست، میان Cu2O رو به صورت ساختار کریستالی استفاده میکنن. وقتی ما ترکیبات رو به سمت ساختار و سایز کریستالی تبدیل میکنیم، اولین اتفاقی که برای اونها میتونیم متصور بشیم این هستش که سطح گاف نواری اونها پهن‌تر میشه، یعنی از این قسمت بازتر میشه و سطح گاف نواریمون افزایش پیدا میکنه. بنابراین وقتی از Cu2O کریستالی استفاده میکنیم، میتونیم مشکل گاف نواری باریک اون رو حل بکنیم و اون رو به یک ترکیب تبدیل بکنیم که گاف نواری پهن‌تری داره. برای این کار در یک کار پژوهشی اومدن کوانتوم دات های Cu2O پایدار رو ساختن که بسیار روش ارزون قیمتی بوده و به عنوان هول ترانسفر لایر مورد استفاده قرار دادن. ترکیبات نانو کریستالی به راحتی دیسپرس نمیشن. برای دیسپرس کردن مؤثر این نانو ذرات در حلات اومدن سطح اونها رو بهینه سازی کردن که برای این کار از ترکیبات سیلانی همچون اتینیل تری اتوکسی سیلان استفاده کردن. عامل دار کردن سطح کوانتوم دات های Cu2O سبب انحلال راحت تر اون در حلال های غیر قطبی میشه. همچنین یک خاصیت آبگریزی رو در سطح کوانتوم دات های Cu2O به وجود میاره که در نتیجه از تخریب پروسکایت بر اثر رطوبت جلوگیری میکنه، به عنوان یک سطح ضد آب برای پروسکایت عمل میکنه. مواد کربنی ساختارهای متفاوت 0 دایمنشن، 1 دایمنشن، 2 دایمنشن و 3 دایمنشن رو دارن. 0 دایمنشن ها میتونیم به انواع کوانتوم دات های کربنی، 1 دایمنشن میتونیم به نانولوله های کربنی تک دیواره و چند دیواره اشاره بکنیم. 2 دایمنشن مثل گرافن و 3 دایمنشن ساختار گرافیتی رو میتونیم اشاره بکنیم. چنین مواد کربنی در قسمت های مختلف سلول خورشیدی پروسکایتی، ام از هول ترانسفر لیر، فصل مشترک هول ترانسفر لیر با پروسکایتمون و حتی در بخش‌های دیگه مثل الکترون ترانسفر لیر و خود پروسکایت هم مورد استفاده قرار گرفتن. دسته اول نانولوله‌های کربنی هستند که نانولوله‌های کربنی حالت تک بعدی دارند و به عنوان نانولوله‌های کربنی تک دیواره، دو دیواره و چند دیواره طبقه بندی میشن. طول نانولوله های کربنی میتونه در حد چندین میکرون باشه، بنابراین طولانی هستن و به علت ویژگی ساختاری خاصشون، اهم از هدایت بالاشون، شفافیتشون، نوار گافی مناسبشون، پایداری حرارتی و شیمیایی بالایی که دارن، همچنین مساحت سطح بالاشون میتونن در سلول خورشیدی پروسکایتی مورد استفاده قرار بگیرن. در اینجا ساختار سلول خورشیدی رو مشاهده می‌کنید که از مولتی واب کربن نانوتیوب به عنوان لایه انتقال دهنده حفره استفاده کردن. در اینجا حالت‌های مختلف مواد کربنی رو با هم دیگه مقایسه کرده. اول بپردازیم به سطح نوار ظرفیت مربوط به MAPBI3 و کربنمون. سطح کربن نوار ظرفیتش منفی 5 الکترون ولت هست که نسبت به MAPBI3 که منفی 5.43 الکترون ولت هست مقدار مثبت‌تری، بنابراین به
راحتی انتقال حفره از پروسکاید به کربنمون میتونه اتفاق بیفته. بنابراین خیلی راحت میتونه حفرات رو استخراج بکنه و به عنوان لایه انتقال دهنده حفره مورد استفاده قرار بگیره. سه تا حالت مختلف رو در اینجا مقایسه کرده. وقتی که از ذرات کربنی مثل کوانتوم داتا استفاده میکنیم و یا اینکه از کربن مزوپر استفاده میکنیم، در این حالت نشون داده شده. وقتی که از نانولوله های کربنی به عنوان هول ترانسفر لایر استفاده میکنیم و وقتی که از گرافیت که یک چند لایه هست و به صورت مسطح قرار گرفتن رو نشون دادیم. مشکلی که خود ذرات کربنی دایره شکل دارن این هستش که ممکنه در بخشی از سطح پروسکاید ما یک سری کرک هایی رو داشته باشیم، یک قسمت هایی به خوبی لایه نشونی نشده باشه و یا یک کرک هایی به وجود اومده باشه و حفره میاد در طول این ذرات کربنی انتشار پیدا میکنه، نفوذ پیدا میکنه. وقتی میاد میرسه به کرک، در اینجا انتقال اون متوقف میشه. بنابراین انتشار این حفراتمون در سطحمون کاهش پیدا میکنه و ما عملکرد مناسبی رو برای سلول خورشیدیمون نمیتونیم داشته باشیم. وقتی که از گرافیت استفاده میکنیم، گرافیت میتونه در بعضی جاها جهت‌گیری های فضایی متفاوتی داشته باشه چون کاملا پیوسته نیستش. بنابراین اول حفره میاد در بین کانال هایی که این گرافیت ها دارن میخواد منتقل بشه. ممکنه در بعضی نقاط کانال ها تنگ شده باشن و امکان عبور حفره رو برای ما ایجاد نکنن و یا ممکنه در بعضی قسمت ها اینها به نحوی قرار بگیرن که جلوی مسیر همدیگر رو بگیرن و حفره نتونه به راحتی در طول اون انتشار پیدا بکنه. بنابراین برای انتقال بارمون در این حالت ما نمیتونیم یک حالت ایدئال رو در نظر بگیریم. اما وقتی که از نانولوله های کربنی استفاده میکنیم، حفره در بین این کانالی که نانولوله کربنی ایجاد کرده به راحتی منتقل میشه، رسانش اون بسیار مناسب هستش و در نتیجه استخراج حفره به راحتی اتفاق میفته. در یک کار پژوهشی اومدن از نانولوله های کربنی تک دیواره یعنی سینگل وال کربن نانو تیوب به همراه اسپیرومتاد به عنوان هول ترانسفر لایر استفاده کردن. به این صورت که ابتدا اومدن سینگل وال کربن نانو تیوب رو برای پروسکال لایه نشونی کردن، پس از تبخیر حلالمون که در اینجا از کلوروبنزن استفاده کردن، اومدن اسپیرومتاد رو برای اون لایه نشونی کردن. بنابراین یک لایه هیبریدی از سینگل وال کربن نانو تیوب و اسپیرومتاد روی این پروسکایتمون ساخته شده. نتایج نشون داده که PCE برای این سلول خورشیدی برابر 13.6% بوده. در اینجا هم یک کار پژوهشی دیگر رو مشاهده می‌کنید که اومدن از مولتی باب کربن نانو تیوب و هیبرید اون با PTD-HD به عنوان یک ماده انتقال دهنده حفره استفاده کردن و سپس برای اون لایه کربنی رو لایه نشونی کردن. این لایه کربن میتونه جایگزین فلز طلای گران قیمتمون باشه و به عنوان الکترود انتقال دهنده حفره به مدار بیرونی مورد استفاده قرار بگیره. چنین الکترودی کاملا آبگریز هستش، بنابراین جلوی نفوذ آب به سطح زینین پروسکایتمون رو میگیره. در اینجا هم سطح تراز انرژی مربوط به لایه‌های مختلف رو مشاهده می‌کنید. پس از اینکه الکترون حفره در پروسکایتمون که سزیوم پی بی آی دو بیر هست تشکیل میشه، جفت الکترون حفره تشکیل شد، حفره از تراز ظرفیت پروسکایتمون میره به پی تی دی اچ دی که تراز اون مثبت‌تر هست، سپس مولتی واب کربن منتقل میشه و در نهایت به کربن میره. بنابراین مولتی واب کربن به عنوان یک تراز گاف میانی بین پی تی دی اچ دی و کربن میکنه. انتقال الکترون هم به این صورت هستش که الکترون به TiO2 منتقل میشه و سپس به FTO منتقل میشه. با توجه به اینکه تراز رسانش PTD-HD نسبت به سزیوم PB2-Br یک مقدار مثبت‌تری هست، انتقال الکترون به سطح رسانش اون اتفاق نمیفته. بنابراین برگشت الکترون هم در این حالت ما نداریم و عملکرد سلول خورشیدیمون بسیار مناسب هست. در یک کار پژوهشی دیگه اومدن دو تا حالت مختلف رو با هم دیگه مقایسه کردن. یک حالت این بوده که ابتدا بر روی پروسکاید خود اسپیرومتاد رو لایه نشونی کردن، سپس هیبرید مولتی باب کربن نانو تیوب با اسپیرومتاد رو لایه نشونی کردن. یک حالت هم این بوده که بر روی پروسکاید مستقیما هیبرید مولتی باب کربن نانو تیوب با اسپیرومتاد رو لایه نشونی کردن. دوب کردن مولتی واب کربن نانو تیوب به اسپیرومتاد باعث میشه که غلظت‌های حامل‌های بار و در نتیجه تحرک یونی و هدایت حفرمون افزایش پیدا بکنه.
از طرف دیگه نوار ظرفیت مولتی‌واب کربن نانوتیوبمون برابر منفی 4 ممیز 6 الکترون ولت هست که نسبت به پروسکایتمون مثبت‌تره و به راحتی استخراج حفره از طرف پروسکایت به مولتی‌واب کربن نانوتیوب اتفاق میفته. اما مشکلی که همچین ساختار سلول خورشیدی داره این هستش که تراز ظرفیت مولتی‌واب کربن منفی 4 ممیز 6 الکترون ولت نسبت به تراز رسانش پروسکایتمون یک عدد منفی تر هست، بنابراین احتمال داره که الکترون به جای اینکه کامل بیاد به TiO2 منتقل بشه، بخشی از اون هم برگرده به مولتی واب کربن نانوتیوب منتقل بشه که به اصطلاح هم میگن برگشت الکترون رو ما در اینجا مشاهده کردیم. چنین برگشت الکترونی بسیار نامطلوب هستش، در واقع باعث باز ترکیب مجدد بارها در سطح مولتی واب کربن نانوتیوب میشه، حفره و الکترون در اینجا دوباره باز ترکیب میشن و بازده سلول خورشیدیمون کاهش پیدا میکنه. در اینجا نحوه برگشت الکترون از پروسکایت به مولتی‌واب کربن رو مشاهده می‌کنید که علاوه بر این که تونسته حفره رو از پروسکایتمون بگیره، در یک مکانیسم نامطلوب میتونه الکترون رو هم به صورت برگشتی بخشی از اون رو بگیره و هر دو الکترون و حفره در طول کانال اون انتقال پیدا بکنن و باعث باز ترکیب این حفره و الکترون در خود این کانال میشه و بازده سلول خورشیدیمون کاهش پیدا می‌کنه. اما وقتی که میایم بین این لایه هیبریدی و پروسکایتمون از اسپیرومتاد استفاده میکنیم، بعد از اینکه حفره با تراز ظرفیت منفی 5 ممیز 4 الکترون ولتی پروسکایت میرسه به 5 ممیز 2 الکترون ولتی، بعد از اون میاد میرسه به سطح مولتی‌واب کربنمون که تراز ظرفیت اون منفی 4 ممیز 6 الکترون ولت هست. الکترونی که در اینجا تشکیل شده بر اساس جذب نورمون از این طریق وارد لایه TiO2 یا همون انتقال دهنده الکترونیمون میشه، اما چون لایه بعدی اسپیرو هست و تراز رسانش اون نسبت به تراز رسانش پروسکایت یک عدد مثبت‌تری هست، انتقال الکترون این بار نمیتونه برای ما اتفاق بیفته. بنابراین اونچه که در حالت قبل داشتیم، جلوی انتقال الکترون‌ها توسط اسپیرومتاد گرفته میشه و تنها اجازه عبور حفره برای اسپیرومتاد داده میشه. بنابراین اونچه که در طول کانال مولتی‌واب کربن حرکت میکنه صرفاً همین حفرات هستن و در نتیجه بازده سلول خورشیدیمون نسبت به این حالت بهبود پیدا کرده. برای چنین حالتی بازده سلول خورشیدیمون 2.5% بوده، اما برای چنین سلول خورشیدیمون بازدهمون 15.1% شده. در اینجا انواع هولترس و لیر ها را مشاهده می کنید. وقتی که فقط از اسپیرومتاد استفاده کردیم بدون اینکه اون را با لیتیوم دوب بکنیم، وقتی که اسپیرومتاد را استفاده می کنیم و اون را با لیتیوم دوب می کنیم، لیتیوم را چرا دوب می کنیم؟ برای اینکه تحرک یونی اسپیرومتاد افزایش پیدا بکنه. اما گفتیم چون لیتیوم آب دوز هست میتونه باعث تخریب سریعتر اسپیرومتاد بشه. بنابراین وقتی سطر اول را با سطر دوم مقایسه می کنیم، البته شرایط تخریبمون هم به این صورت هستش که دما رو 80 درجه سانتیگراد افزایش دادیم و به مدت 96 ساعت در محیط و اتمسفر بیرونی با رطوبت حدود 30% قرار دادیم. به این صورت که اگر خط اول و خط دوم رو با همدیگه مقایسه بکنیم، وقتی که از لیتیوم استفاده می‌کنیم به عنوان دوپاندمون، مشاهده می‌کنیم که تخریب خیلی سریع‌تر اتفاق می‌افته. وقتی از P3HD به عنوان لایه انتقال دهنده حفره استفاده می‌کنیم، نسبت به اسپیرومتاد باز پایداریمون کمتر هست. اسپیرومتادی که آندوب هست، بنابراین باز تخریب رو ما مشاهده کردیم. برای PTAA هم که باز پلیمر هست، پس از 24 ساعت تخریب شدید رو مشاهده کردیم. برای پلیمتیل متاکریلات که یک پلیمری هستش که در برابر حرارت مقاومت بسیار مناسبی رو داره، ما تخریب رو مشاهده نمی‌کنیم، اما بازده سلول خورشیدیمون چندان مناسب نیستش. برای اینکه بازدهمون رو افزایش بدیم، اومدن اون رو با سینگل وال کربن نانو تیوب دوپش کردن. دوپ کردن سینگل وال کربن نانوتیوب به داخل PMMAمون باعث افزایش بازده سلمون میشه، به صورتی که 15.3% بازده سلول خورشیدی به دست اومده و تا 96 ساعت پایداری بسیار مناسبی رو از خودش نشون داده. گرافن یک کربن صفحه‌ای دو بعدی هست که اتم‌های کربن اون به صورت sp2 در ساختار کریستالی حضور دارند.
خاصیت مکانیکی، فعالیت نوری و الکتریکی فوق‌العاده‌ای که گرافن داره باعث شده که بتونیم اون رو در سلول خورشیدی پروسکایتی هم مورد استفاده قرار بدیم. گرافن یک ماده بسیار منعطف هستش، بنابراین در ساخت سلول‌های خورشیدی منعطف هم مورد استفاده قرار می‌گیره. گرافن و مشتقات اون در قسمت‌های مختلف سلول خورشیدی مورد استفاده قرار می‌گیرن. به عنوان مثال می‌تونیم اون رو به عنوان لایه بافری بین هول ترانسفر لایر و پروسکایتمون استفاده بکنیم، میتونیم به عنوان لایه بافری بین الکترون ترانسفر لایر و سطح FTO مون استفاده بکنیم، میتونیم در خود پروسکایت مورد استفاده قرار بدیم و همچنین میتونیم به عنوان خود هول ترانسفر لایر از اون استفاده بکنیم. گرافن تحرک بالایی رو داره که در حدود 2700 تا 3000 سانتی متر مربع بر ولت بر ثانیه هست. هدایت الکتریکی اون بسیار مناسب هست و سطح نوار هدایت اون بسیار مناسب هست، در حدود منفی 5.2 الکترون ولت هست و برای پروسکایت میتونه استخراج حفره رو انجام بده. در سلول خورشیدی NIP برای ساخت اکسید فلزاتمون نیاز به دماهای بالای 500 درجه سانتیگراد داریم. برای رفع این مشکل برخی از محققان ساختار PIN رو به جای NIP پیشنهاد دادن. در این ساختار معمولاً از P.PSS به عنوان هول ترانسفر لایر استفاده میشه، اما این ماده پایداری مناسبی نداره. بنابراین استفاده از گرافن و مشتقات اون به جای P.PSS پیشنهاد شده. اولین بار P.PSS توسط گرافن اکسید در سلول‌های خورشیدی پروسکایتی از نوع MRPBI3 منهای XCLX مورد استفاده قرار گرفتن. پروسکایت لایه نشونی شده برای گرافن اکسید به صورت یک نواخته لایه نشونی شده بود و سایز کریستالیش بزرگتر شده بود و در مقایسه با پروسکایتی که بر روی خود P.PSS لایه نشونی شده بود و پر از حفرات و غیر یک نواخت بود، یک لایه کاملا یک نواختی در حضور گرافن اکسید به وجود اومده بود و PCE اون هم به مقدار قابل توجهی افزایش نشون داد. بعدها اومدن از گرافن اکسید احیا شده یا ریدوس گرافن اکسید استفاده کردن. برای احیای گرافن اکسید و تبدیل کردن عمق گرافن از مواد هیدرازینی استفاده کردن که چنین مواد هیدرازینی بعد از اینکه احیا انجام شد تا حدی بر روی ساختار خود RGO باقی میمونن. همونطور که در ساختار مولکولی این مواد مشاهده میکنید، یک سری ترکیبات گوگردی و نیتروژنی در اینجا حضور داره که میتونه باعث پسیواسیون سطح پروسکایت بشه و در نتیجه این اکسید گرافن احیا شده به صورت موثرتری میاد بر روی این لایه پروسکایتمون میچسبه و اتصال اون RGO مون با MRPBI-مون به صورت موثرتری اتفاق میفته. چنین سلول خورشیدی پایداری خیلی مناسبی هم نشون داده. میزان بازه اون هم مناسب بوده و در حدود 13% گزارش شده و پایداری اون هم بعد از 140 ساعت تماس با اتمسفر به صورت قابل توجهی ثابت بوده. همچنین سطح گرافن را اومدن با ترکیبات هیدروکسیلی فانکشن دار کردن، عامل دار کردن و تحت عنوان گرافن عامل دار یا اف گرافن نامگذاری کردن. سپس این گرافن عامل دار شده را به صورت هیبریدی همراه با PTDHD در ساخت سلول خورشیدی پروسکایتی مرسوم از نوع NIP مورد استفاده قرار گرفتن. در چنین سلول خورشیدی بازده 13.82% گزارش شده و به علت آبگریزی بالای لایه های گرافنی که در این قسمت قرار گرفته باعث شده که پایداری سلول خورشیدیمون به مقدار قابل توجهی افزایش نشون بده. در اینجا پارامترهای عملیاتی سلول خورشیدی پروسکایتی در حضور انواع مواد کربنی رو نشون دادیم. همونطور که مشاهده می‌کنید، خود گرافن اکسید هم به تنهایی می‌تونه به عنوان هول ترانسفر لایر استفاده بشه و بازده 12.4% برای اون گزارش شده. همچنین گرافن اکسید می‌تونه همراه با ترکیبات متعدد دیگه ای مانند PTDHD مورد استفاده قرار بگیره. اگر عملکرد گرافن اکسید رو با سینگل وال کربن نانوتیوب مقایسه بکنیم، می‌بینیم که وقتی ترکیب هیدریدی سینگل وال کربن نانوتیوب به همراه اسپی رو اومتاد مورد استفاده قرار گرفته، بازدهمون 13.6% بوده و وقتی که گرافن اکسید رو همراه با اسپی رو اومتاد به کار بردیم، میزان بازدهمون به میزان قابل توجهی افزایش نشون داده و به 18.2% رسیده. بنابراین گرافن اکسید در مقایسه با سینگل وال کربن نانوتیوب بهتر عمل کرده. حالا که در مورد لایه‌های مختلف هول ترانسفر لایر و الکترون ترانسفر لایر صحبت کردیم، می‌رسیم به لایه نشونی خود پروسکایت و روش‌های مختلفی که برای لایه نشونی اون وجود داره.
روش های لایه نشونی پروسکات به دو دسته عمده فاز مرطوب و فاز بخار طبقه بندی میشن. فاز مرطوب به صورت دو مکانیسم مختلف عملی میشه. یکیش به صورت OSD یا One Step Deposition هست و دومی به صورت ترسیب دو مرحله ای یا SDM هستش. همینطور در روش SDM یا OSD میتونیم از یک آنتی حلال استفاده بکنیم که همچنین به این روش OSD یا Anti Solvent Assisted Deposition گفته میشه. روش لایه نشونی فاز بخار به کمک فاز بخار اتفاق میفته و به چند دسته عمده طبقه بندی میشه که به روش Vapor Assisted Solution Process یا VASP، به روش Thermal Vapor Deposition یا TVD، به روش Chemical Vapor Deposition CVD و به روش Microwave Irradiation Process یا همون MIP طبقه بندی میشه که در اسلایدهای بعدی مفصلا در مورد این روش ها با همدیگه صحبت میکنیم. اولین روش و ساده ترین روش استفاده از روش ترسیب در فاز مرطوب به کمک تک مرحله یا OSD هستش. در این مرحله مواد اولیه مربوط به پروسکات که PbI2 و MaI هست در حلال مناسبی مثل دیمتیل فرمامید یا همون DMF مون، گاما بوتیرو لاکتون یا GBL مون، در حضور دیمتیل سولفوکسید یا DMSO مون و یا در حضور NN دیمتیل استامید یا DMA مون لایه نشونی میشن. به این ترتیب که PbI2 و MaI رو در این حلال مناسبمون کاملا حل میکنیم و یک محلول شفافی رو به دست میاریم. سپس به روش لایه نشونی دورانی این محلول ماده اولیه‌مون رو بر روی مزوتیای اودومون لایه نشونی می‌کنیم. بعد از به پایان رسیدن چرخش سطح سابستریتمون رو بر روی حرارت حدود 100 درجه سانتیگراد قرار میدیم. در طول مرحله حرارت حلال‌هامون کاملا تبخیر میشن و واکنشمون به این صورت که PbI2 میاد با MaI‌مون واکنش میده و تولید سه‌هایس انهایس PbX رو برای ما می‌کنه. یک پروسکایت سیاه رنگی رو در این مرحله میتونیم بسازیم. حلال مورد استفاده در مرحله اولی که برای انحلال استفاده می‌کنیم یک نقش کلیدی و خیلی مهم در کیفیت ساخت فیلم پروسکایتمون داره. بنابراین مهندسی حلال می‌تونه منجر به کنترل مراحل هسته‌زایی و رشد کریستالی پروسکایت بشه و در نتیجه یک فیلم یک نواخت و عاری از حفره رو بتونیم از این روش ما بتونیم بسازیم. در نتیجه رفتار فوتوولتایی مناسبی هم از این پروسکایت می‌تونیم انتظار داشته باشیم. یک حلال قطبی مانند DMF در مرحله حرارتی به تدریج بخار میشه و منجر به تغلیظ فیلم برای هسته‌زایی و رشد کریستالی پروسکایت میشه. هدف از مهندسی حلالمون در واقع کنترل دو مرحله اساسی یعنی هسته‌زایی و رشد کریستالی پروسکایت هستش. هر چقدر این دو تا مرحله رو بتونیم به نحو احسن مهندسی بکنیم میتونیم فیلم پروسکایتی رو سنتز بکنیم که این فیلم پروسکایتمون یک نواخت باشه و بتونه عملکرد مناسبی از خودش رو نشون بده. در روش مهندسی حلالمون یک حلال مثل DMSO به محلول اولیه‌مون افزوده میشه. DMSO‌ای که افزوده میشه به عنوان یک محلول کردینه کننده عمل میکنه و واکنش سریع بین PbI2 و MaI رو به تأخیر میندازه. در واقع یک فاز میانی PbI2 DMSO MaI در حضور این حلال ساخته میشه و سپس این فاز میانی هستش که در مرحله حرارت به پروسکایت تبدیل میشه. DMSO در مقایسه با DMF و همکنش قوی تری با PbI دوباره مثبت داره، بنابراین کریستال سازی PbI2 رو به تأخیر میندازه. در نتیجه به صورت آهسته تری این فیلم پروسکایتی تشکیل میشه و فیلمی که به صورت آهسته تر تشکیل بشه یک فیلم یک نواختر و عاری از هر گونه حفره به وجود میاد. در این جدول نقش مهندسی حلال بر کیفیت فیلم پروسکایت ساخته شده و در نتیجه فاکتورهای عملیاتی به دست آمده از سلول خورشیدی مورد نظر رو مشاهده می‌کنید. به عنوان مثال وقتی که ما فقط از DMF استفاده می‌کنیم بازده سلول خورشیدیمون 11% بوده که اگر بیایم DMF رو با DMSO مخلوط بکنیم بازده سلولمون بیشتر شده و به 16.15% رسیده. اینکه چه مقدار DMSO به چه مقدار DMF اضافه بشه برای بازده سلول خورشیدیمون اثر میگذاره. بهترین حالت معمولا به صورت 4:1 گزارش شده، به صورتی که در 1 میلی‌لیتر از مواد اولیه حدود 800 میکرولیتر ما DMF رو با 200 میکرولیتر DMSO مخلوط میکنیم. طی چنین حالتی تونستن بازده بالای 20.2% رو برای سلول خورشیدی پروسکایتی گزارش بکنن.
برای ساخت فیلم پروسکایتی مناسب با ضخامت یک نواخت، کنترل مورفولوژی فیلم پروسکایت یک فاکتور کلیدی محسوب میشه و چالش مهمی در روش ترسیب از فاز مرطوب به روش OSD هست. چالش دیگر این روش کاهش حفرات به وجود اومده در سطح پروسکایت هست. برای رفع این دوتا مشکل میان از قطره‌گذاری یک آنتی حلال یا همون روش ASD آنتی سالوینت استپ دپوزیشن استفاده میکنن. در این روش به کمک آنتی حلال مو رشد کریستالی منظم تر میشه و فیلم با کیفیت تری رو ما میتونیم به دست بیاریم. نحوه انجام این فرایند در این شکل نشون داده شده. به این صورت هستش که پس از لایه نشونی محلول پروسکایتمون و لایه نشونی دورانیمون، مقدار مشخصی از آنتی حلالمون که میتونه کلوروبنزن یا ترکیبات دیگه باشه، در مراحل آخر لایه نشونی دورانی به سرعت قطره گذاری میشه بر روی این محلولمون. فیلمی که به دست میاد در همون لحظات اول از حالت زرد رنگ به قهوه‌ای رنگ تبدیل میشه که بعد از اینکه ما اون رو در 70 درجه سانتیگراد به مدت 20 دقیقه حرارت دادیم، تبدیل به یک پروسکایت سیاه رنگ میشه و نشون میده که فیلم پروسکایت اون به صورت موفقیت آمیزی در سطح مورد نظرمون لایه نشونی شده. نوع آنتی حلالی که برای روش ASD مورد استفاده قرار میگیره بر روی کیفیت فیلم پروسکایتی بسیار مؤثر هستش. در اینجا تصاویر فیلم به دست اومده از آنتی سالونت کلوروبنزن، آنیزول و تولوئن رو مشاهده میکنید. در حضور تولوئن کریستال هایی که به دست اومده فشرده تر هست و فیلم حاصل به صورت یک نواختری بر روی سطح مورد نظرمون یعنی FTOمون لایه نشونی شده. با استفاده از آنتی سالونت در مقایسه با وقتی که ما هیچ آنتی سالونتی به کار نبستیم، ما میتونیم فیلم یک نواخته و فشرده تری رو به دست بیاریم. همونطور که در تصویر SDM فیلم پروسکایت مشاهده میکنید، وقتی که ما از هیچ آنتی حلالی استفاده نکنیم، حفرات و سوراخ‌های مختلف و خیلی زیادی در سطح پروسکایت به وجود میاد که میتونه هم باعث تخریب سریعتر پروسکایت بشه و همچنین بر روی عملکرد و بازده سلول خورشیدیمون بسیار مؤثر هست. وقتی که میایم از ترکیبات مختلفی مثل تولوئن، کلوروبنزن، کلوروفرم، دیتیل اتر و یا دی ایزوپروپیل اتر استفاده میکنیم، سطح کریستال پروسکایتمون کاملا یک نواخت و فشرده تر میشه. همچنین نوع آنتی حلالمون هم بر کیفیت فیلم پروسکایتمون اثر گذاشته. به صورتی که وقتی از تولوئن استفاده میکنیم، سایز کریستالیمون به 158 نانومتر رسیده. وقتی که از کلوروبنزن استفاده میکنیم 148 نانومتر. وقتی از کلوروفرم استفاده میکنیم 87 نانومتر، وقتی از دیتیلتر استفاده میشه 195 نانومتر و وقتی از دی ایزوپروپیل اتر استفاده میشه 288 نانومتر گزارش شده. بنابراین بهترین عمل کرد در حضور آنتی حلال دی ایزوپروپیل اتر گزارش میشه. کیفیت فیلم پروسکایتی که از روش تک مرحله‌ای به دست میاد میتونه چندان مناسب نباشه. به همین دلیل یک روش دیگه به صورت پیشرفته‌تر پیشنهاد شده که روش ترسیب دو مرحله‌ای یا همون SDM هست. در این روش ابتدا فیلم PBI2 به روش لایه نشونی دورانی بر سطح TiO2 لایه نشونی میشه. پس از اینکه خوش شد و PBI2 ساخته شد، اون رو در تماس مستقیم با محلول MAI که در ایزوپروپیل الکل حل شده قرار میدن. این در تماس قرار گرفتن میتونه به دو روش مختلف باشه. این که بیایم دوباره محلول MAI ایزوپروپیل الکلمون رو به روش لایه نشونی دورانی بر روی PBI2مون لایه نشونی بکنیم و یا اینکه فیلم حاصل که به صورت زرد رنگ هست رو در داخل محلول MAI ایزوپروپیل الکلمون قوطه‌وری بکنیم و سپس بعد یک لایه دورانی رو داشته باشیم و سپس اون رو خشک بکنیم. به محض اینکه PBI2 در تماس با MAI قرار میگیره، یک فیلم پروسکایتی قهوه‌ای رنگ به وجود میاد که بعد از حرارت دادن رنگ اون به سیاه تبدیل میشه. بنابراین نشون میده که در همون مراحل اولیه قوطه‌وری و یا لایه نشونی دورانی، MAI تبدیل به فاز پروسکایتی شده و در همون لحظات اول فاز پروسکایتی تشکیل شده. در این اسلاید تصاویر SEM از فیلم پروسکایت در حضور مقادیر مختلف MAI نشون داده شده. این تصاویر نشون میده که سایز کریستالی پروسکایت شدیداً به غلظت MAI که استفاده میکنیم وابسته هستش و متوسط سایز دانه ها با افزایش غلظت پروسکایت کاهش پیدا کرده. در غلظت کمتر MAI دانسیته فیلم کریستالی تشکیل شده کمتر هست و سایز ذرات درشت‌تر شده. همچنین میزان پوشش دهی سطحمون با افزایش غلظتمون افزایش پیدا کرده، به صورتی که در حضور 5 میلی گرم بر میلیلیتر از MAI مون ما هنوز بخشی از PBI2 مون رو داریم که به صورت واکنش نداده باقی مونده.
مدت زمان گوتوری هم خیلی مهم هستش، به صورتی که وقتی از 5 میلی گرم بر میلیت ام آی در ایزوپروپیل الکل برای لایه نشونی میکنیم، با افزایش مدت زمان گوتوریمون تعداد سایز های کریستالیمون افزایش پیدا کرده و پس از 1.5 دقیقه دیگه رشد ذرات متوقف شده. بنابراین بعد از اینکه واکنش شیمیایی بین پی بی آی 2 و ام آی بعد از رسیدن به زمان اشباعش متوقف میشه، دیگه رشد قابل توجهی از کریستال ها را نمیتونیم داشته باشیم. در حالت مشابه وقتی که از 10 میلی گرم بر میلیت ام آی در ایزوپروپیل الکل استفاده شده، در ابتدای کار وقتی که هنوز مدت زمان تماسمون کم هستش، دانه های پروسکایتی کوچیک به تعداد زیاد به وجود میاد که با افزایش مدت زمان سایز کریستالیمون یک نواختر شده و کریستال های درشت‌تر به وجود میاد. روش ترسیب به کمک فاز بخار یا همون VASP مون در واقع روش پیشرفته تر ترسیب دو مرحله فاز مرطوب یا همون SDM هست. در این روش ابتدا PBI2 به صورت لایه نشونی دورانی ساخته میشه و سپس MAI به روش ترسیب فاز بخار بر روی اون لایه انتقال داده میشه. مورفولوژی و سایز دانه ها را در این روش به راحتی میتونیم کنترل بکنیم و فیلم حاصل نسبت به روش SDM به صورت یک نواختر با سایز کریستالی درشت‌تر هستش. روش TVD یا ترسیب فاز بخار به روش حرارتی روشی هستش که در اون از ترسیب همزمان بخار MAI و PBX2 استفاده می کنن. فیلم حاصل بسیار یک نواخت هستش، اما به هر حال کنترل فاز بخار مشکل هست و مشکلات مربوط به خودش رو داره. در این مورد به صورت همزمان PBI2 و MAI تحت خلا حرارت داده میشن و به صورت همزمان بر سابستریت مورد نظرمون لایه نشون میشن. پس از تبخیر کامل هر دو سورس ماده اولیه‌مون یک فیلم قهوه‌ای رنگی به وجود میاد که این فیلم قهوه‌ای رنگ رو بلافاصله در داخل یک محیط بی اثر اون رو مورد حرارت قرار میدن و تبدیل به فاز سیاه رنگ پروسکایتیش میکنن. روش کیمیکال ویپر دپوزیشن یا CVD اولین بار برای ساخت سلول خورشیدی تجاری مورد استفاده قرار گرفت. در این روش دمای فرایند و محیطی که پروسکایت در داخل اون ساخته میشه، همچنین فشار بخار که در اون برای سنتز پروسکایت استفاده میکنیم، همه عواملی هستن که بر روی کیفیت پروسکایت تاثیر میگذارن. اولین روش استفاده از هیبرید CVD یا HCVD هستش. در این روش تبخیر حرارتی تحت خلا و ترسیب از فاز گازی مورد استفاده قرار میگیره. ابتدا PBI2 رو به صورت لایه نشونی دورانی بر روی سابستریت مورد نظرمون لایه نشونی میکنن و سپس اون رو در داخل یک ظرف لوله این شکل قرار میدن. PBI2 در داخل قسمتی از ظرف قرار میگیره که خلأ هست و در اون به صورت عمودی قرار داده شده. سپس در قسمت دیگر این ظرفمون MAI رو در دمای بالای 180 درجه سانتیگراد حرارت میدیم و در کل فرایند اندو رو از این قسمت به داخل این ظرف لوله‌ای شکل منتقل میکنیم. حرکت اندو باعث میشه که فاز بخاری که در اینجا تشکیل شده از طریق حفره‌ای که بین این دو تا قسمت وجود داره منتقل بشه، بیاد در تماس با سطح PBI2 قرار بگیره و در نتیجه PBI2 تبدیل بشه به سطح پروسکایتمون. روش دیگه ترسیب در محیط اتمسفر عادی هستش. این روش در سال 2016 ابداع شده. در این روش پروسکایت با کیفیت در اتمسفر معمولی سنتز میشه. در این روش منبع حرارت جریان ورودی هوای گرم هست که به داخل ظرف لوله ای شکل انتقال داده میشه و باعث تبخیر MAIمون و انتقال اون به سطح PBI2 میشه. روش دیگه که به کار بسته میشه استفاده از لو پرشر CVD یا LPCVD هست. در این روش سرعت تشکیل فیلم پروسکایت به شدت کاهش پیدا میکنه و پروسکایت با کیفیت بهتری ساخته میشه. ابتدا PI2 رو به روش لایه نشونی دورانی میسازن، تحت خلا پودر MAI در تماس با PBI2 قرار میگیره، هر دو تا سطح به صورت جداگانه حرارت داده میشن و بخار MAI میاد با PBI2 وارد واکنش میشه. روش بعدی استفاده از روش کیمیکال ویپر دپوزیشن درجا یا ITCVD هست.
مهمترین مزیت این روش هزینه کمتر اون هست و برای سلول‌های خورشیدی سایز بزرگ بسیار مناسب هست. در این روش تنها نیاز به کنترل دما و زمان داریم. ابتدا پی بی آی دو رو به روش لایه نشونی دورانی لایه نشونی می‌کنیم، سپس به صورت مستقیم در تماس با بخار ام آی قرار میدیم. بعد از اینکه حرارت دهی رو انجام دادیم، ام آی بخار میشه و در تماس با پی بی آی دو تبدیل به پروسکایت میشه. سپس فیلم پروسکایت حاصل رو در داخل یک محیط بی اثر در 140 درجه سانتیگراد حرارت میدن و پروسکایت نهایی رو سنتز میکنن. قبل از اینکه حرارت دهی در 140 درجه سانتیگراد رو داشته باشیم، لازم هستش که فیلم پروسکایتی که از داخل این ظرف بیرون اومده، ابتدا با یک حلالی مثل دو پروپانول اون رو شستشو بدیم و سپس در مرحله حرارت 140 درجه سانتیگراد اون رو قرار بدیم. مرحله شستشو به این علت انجام میگیره تا هر مقداری از MAI که به صورت واکنش نداده بر روی PBI2 باقی مونده از طریق حلال ایزوپروپیل الکلمون یا همون دو پروپانولمون شسته بشه و از محیط خارج بشه. در نتیجه در مرحله حرارت یک فیلم پروسکایتی یک نواختی رو بتونیم بسازیم. روش ترسیب بخار شیمیایی به کمک ایروسول یک روش پیشرفته تر از CVD است که برای ساخت فیلم پروسکایتی ضخیم و یک نواخت به کار بسته میشه. این روش یک روش سه مرحله‌ای هست و در اون از قطعات ایروسول برای انتقال دادن واکنش دهنده ها استفاده میشه. در این روش از یک ظرفی استفاده میشه که دیواره های این ظرف دمای کمتری رو داره. در مرحله اول میان مواد اولیه رو حرارت میدن که اولین ماده‌ای که حرارت داده میشه PBI2 هست. بعد از اینکه ایروسول PBI2 ساخته شد، بر روی این سطح سابستریت مورد نظرمون PBI2 لایه نشونی میشه. بعد از اون MAI رو در دمای 120 درجه سانتیگراد ایروسول اون ساخته میشه و بر روی PBI2 لایه نشونی میشه. در نهایت بعد از حرارت دادن متمادی ما میتونیم پروسکایتمون رو بسازیم. روش MIP یا میکرویو ایریدیشن پروسس روشی هستش که در اون مواد اولیه پروسکایت ابتدا بر روی مزوپرستیای اودو لایه نشونی میشن، یعنی همون حالتی که در روش تک مرحله ای داشتیم. منتها اینجا به جای اینکه حرارت دهی به روش این باشه که اون رو بر روی هات پلیت قرار بدیم، به این صورت هستش که اون رو در معرض امواج میکرویو قرار میدیم. بنابراین حرارت به صورت متمرکزتر و سریعتر به پروسکایت منتقل میشه و ساخت پروسکایت در این روش سریعتر هست. سایز کریستالی پروسکایت ساخته شده هم بسیار درشت‌تر هست و کریستال هایی که به این روش ساخته شدن یک نواختر هستند. اما مزایا و معایب سلول خورشیدی پروسکایتی چه چیزهایی هستند؟ مزیت هایی که برای سلول خورشیدی پروسکایتی داریم این هستش که مواد پروسکایتی گاف نواری باریکی در حدود 1.5 الکترون ولتی دارن. بنابراین با کمترین انرژی نور خورشید میتونیم ما جفت الکترون حفره رو در این مواد به وجود بیاریم. دومین مزیتشون طول نفوذ بلند مواد پروسکایتی و در نتیجه طول بیشتر حاملهای بار هست. مورد سوم این هستش که بازده این سلولهای خورشیدی بالا هست و در حدود 22% گزارش شده. ثابت دی الکتریک بزرگی دارن و سرعت زیاد جدایش بار رو برای اونها میتونیم در نظر بگیریم. جذب در ناحیه نور مرئی تا مادون قرمز را انجام میدن و ظریف جذب بالایی در حدود 10^5 بر سانتی متر رو برای اونها گزارش کردن. همچنین نسبت به سلولهای خورشیدی سیلیکونی ارزان قیمت هستند. قیمت ارزان و روش سنتز آسان مواد اولیه همچون MAI باعث شده که قیمت نهایی این سلولهای خورشیدی بسیار پایین باشه. اما معایبی که برای سلول‌های خورشیدی پروسکایتی بیان میشه این هستش که مواد پروسکایتی در معرض عوامل بیرونی مثل رطوبت، هوا، حرارت و نور خورشید و سایر عوامل خیلی سریع تخریب میشن. همچنین از یک سری از مواد سمی مثل سرب در ساخت این سلول‌های خورشیدی استفاده شده که باعث شده یک چالش و نگرانی رو در زمینه استفاده از این سلول‌های خورشیدی برای ما داشته باشه. همچنین عملکرد و پایداری این سلول‌های خورشیدی شدیداً به کیفیت و ضخامت فیلم حاصل از اونها وابسته هستش. هر چقدر که ضخامت فیلم کمتر باشه و یا کیفیت کمتری داشته باشه، میتونه بر روی عملکرد سلول خورشیدیمون به صورت مستقیم تاثیر بذاره و ما رو دچار مشکل بکنه. اونچه که در آینده سلول خورشیدی پروسکایتی و تجاری سازی اون باید در نظر بگیریم این هستش که بتونیم سلول خورشیدی پروسکایتی بسازیم که اولا پایداری طولانی مدت حداقل 10 سال رو برای ما تضمین بکنه. قیمت تمام شده تا حد ممکن پایین باشه و بازدهی که از اون میتونیم بگیریم تا حد قابل توجهی بالا باشه.